یکی از مکانیسم هایی که علمای سو اهل خلاف بکریه و عمریه و به تبع اونها پاره از مدعیان تشیع از اون استفاده می کنن و معارف وحیانی و شرایع آسمانی رو تحریف می کنن و در دین خدا بدعت می گذارن رجوع به شرایع پیشین هست به عبارت دیگر از جمله منابع و عدلهی که اهل خلاف یعنی بکریه و عمریه برای تعیین تکلیف شرعی به اون استناد میکنند و بر سر اون اختلاف نظر هم دارن موردیه که حکمش در شرایع الهی پیشین یعنی در تورات و انجیل نزد یهود و نصارا ثابت است ولی در شریعت ما چیزی که بیانگر نسخ اون یا بیانگر مکلف بودن ما به اون باشد وارد نشده است حنفیه و برخی از مالکیه و شافعیه معتقدند که ما به اون احکام مکلف هستیم ولی از دیگران نقل شده است که ما به اون احکام مکلف نیستیم یعنی شرایع پیشین نزد ما اعتبار ندارد نظر صحیح عزیزان نظر دومه نظر صحیح اینه که با توجه به خاتمیت سلسله رسالت به حضرت ختمی مرتبت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم و با توجه به نسخ کلی تمام شرایع پیشین با شریعت کامله اون بزرگوار و یقین به وقوع تحریف در شرایع پیشین توسط یهود و نصارا و با توجه به مفاد آیه شریفه ان الدین عند الله الاسلام و من یبتغ غیر الاسلام دینا و آیه شریفه الیوم اکمل تو لکم دینکم و اتمم تو علیکم نعمتی و رزی تو لکم الاسلام دینا هیچ واقعه و رویدادی رخ نداده و نخواهد داد مگر اینکه حکم اون در دیانت حق اسلام که دینی جامع و کامل است بیان شده است خواه با شرایع پیشین موافق باشد خواه مخالف اسلام کامل ترین دین و برترین شریعت الهی است و بالاتر از اون شریعتی نیست شما برای وضع قانون نمیخواد به قوانین آمریکا و اروپا و روسیه و چین و ژاپن مراجعه بکنید همه چیز در دیانت حق بیان شده است نیاز به رجوع به شرایع پیشین نیست چنانکه در ضمن عبارات خطبه حضرت ختمی مرتبت صلی الله علیه و آله علی و سلم در روز قدیر خم آمده است چیزی نیست که شما رو به بهشت نزدیک و از آتش دور کنه جز آن که شما رو به اون فرمان دادم و چیزی نیست که شما رو از بهشت دور و به آتش جهنم نزدیک بکنه جز آن که شما رو از اون باز داشتم حالا پس از کامل شدن دین و نسخ شرایط پیشین و رهلت رسول امین صلی الله علیه و آله و سلم اگر واقعه جدید رویدادی نو یا فروع فقهی نو ظهوری رخ بده و نص روشنی در خصوص اون نباشه به عمومات کلی ادله مراجعه میکنیم و اگر عموماتی در کار نباشه به اصول عملیه استصحاب براعت احتیاط و تخییر رجوع میکنیم برخی از اصولیون اهل خلاف یعنی بکریه و عمریه در این بحث مدعی جریان اصل استصحاب بر شرایع پیشین در حق مسلمین شدند. اما این اشکال بر اونا وارده که در استصحاب باید خود موضوع باقی باشه تا ما استصحاب رو بر اون جاری بکنیم در حالی که در اینجا در بسیاری از احکامی که برای امتهای پیشین بوده اصلا موضوع به طور کلی تغییر کرده است به علاوه عزیزان به نظر ما استصحاب احکام تکلیفی اصلا کار درستی نیست استصحاب جایگاه و حدود خودش رو داره استصحاب احکام تکلیفی اصلا نادرست